سلام به همه شما همراهان عزیز، وقتتون بخیر و به گزارش آنلاین امروز خوش اومدید. در شروع درود میفرستیم به همه معترضان ایرانی و مخصوصا کارگرانی که طی روزهای اخیر اعتراضات خودشون رو گسترش دادن و کارگران هپکو و آذرآب در عراق که طی چند روز اخیر تجمعات خودشون رو استمرار دادن. گزارش امروزمون رو با کلیپ هایی که از بازتاب گسترش اعتراضات در فضای مجازی منتشر شده شروع میکنیم. از دومین روز تجمع کارگران آذرآب در حالی که به صورت جمعی به مرکز شهر نزدیک شدن و شعارهای خودشون رو سر دادن. عکس دیگه هست از تجمع همین کارگران در عراق که بعد از راهپیمایی مسافت طولانی در سایه های میدان مرکز شهر تجمع و تحسن کردند و اعتراض خودشون رو به این شکل نشون دادن. اما در هر اعتراض و حرکت به این شکل یکی از چیزهای خیلی مهم بحث اتحاد و استمرار اعتراضات هست. این بار هم بازاریان حمایت خودشون رو از اعتراضات کارگران اعلام کردند و گفتن که برای خانواده های شریف کارگران هپکو و آذرآب اجناس خودشون رو با 15% تا 20% تخفیف در اختیار اونها قرار میدن که یک بار دیگه حمایت خودشون رو در واقع از این قشر معترض نشون دادن و نشون دادن که حامی اونها هستن. البته فضای در واقع انفجاری جامعه ایران هر روز از گوشه خودش رو نشون میده. به شکلی یک طرف اعتراضات اخشار و اصناف مختلف هست، همونطور که در فیلم های اول دیدیم در رابطه با کارگران، خبرهایی که در رابطه با اعتراضات کشاورزان دیدیم و یک نمونه دیگه از اعتراضات متفاوت هم مربوط به اهواز هست و محله کوتاه عبدالله که یک پیمانکار لجنکش شهرداری وقتی که در واقع دستمزد خودش رو دریافت نمی‌کنه و بدهیش رو از شهرداری دریافت نمی‌کنه، فاضلاب رو به حیات شهرداری فاسد این بخش سرازیر می‌کنه. هذا فهم ما لا جاي بهنا انا ادري اشهد بها شنو حراستنا شنو شغلهم مهندس غنواتي هاي مجي هاي مسلم برای این هم یک نمونه از اعتراض متفاوت که در فضای مجازی مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفته. در ادامه نگاهی داریم به خبرهایی از تاثیر تحریم‌ها و فشارهایی که روی رژیم آخوندی هست. روزهای اخیر خبری هست در رابطه با کاهش خرید نفت ترکیه از ایران که اونطور که در خبرها منتشر شده در ماه ژوئن کاملا خرید نفت توسط ترکیه از رژیم آخوندی متوقف شده و میزان خرید گاز هم به نصف رسیده. در ادامه راجع به تاثیرگذاری تحریم‌های آمریکا، سناتور میت رامنی از کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 2012 و از نماینده‌های جمهوری‌خواه سنای آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا حتی بدون همراهی اروپا هم بسیار قدرتمند هستند و یادآوری کرد که موضع‌گیری‌های اوباما رو و در واقع معاملاتی که با رژیم قرار گرفته رو قبول نداشته و در همون موقع هم به برجام اعتراض خودش رو ابراز کرده بود. حتما خبر تحریم جدید رژیم رو شنیدین که آمریکا در واقع در دور تازه‌ای از تحریم‌ها صنایع هوافضای رژیم رو تحریم کرده. بعد از این تحریم جدیدی که انجام شد، پومپئو هم در توییتی موضع خودش رو اعلام کرد و خواستار حمایت بیشتری از طرف کشورهای جامعه بین‌المللی و متحدان آمریکا علیه رژیم آخوندی شد و در این توییت
نوشته برای اولین بار آمریکا سازمان غیرنظامی صنایع هوافضای ایران رو به دلیل استفاده از تکنولوژی مشابه برای پرتاب موشک بالستیک تحریم کرد. ما از تمام متحدانمان می‌خواهیم که برای متوقف کردن برنامه موشکی بزرگترین حامی تروریسم در واقع از ما حمایت کنند و بپیوندند به این موضوع. اما در نقطه مقابل، همونطور که از ماهیت جنایتکار رژیم انتظار میره، داره مسیر نقض قوانین رو برخلاف همه تعهدات قبلیش طی میکنه. خبری منتشر شده در فاکس نیوز که اعلام کرده که رژیم آخوند یک پایگاه نظامی جدید رو در سوریه احداث کرده که گامی هست در راستای گسترش تروریسم در منطقه. همچنین در یک نمونه دیگه از خودزنی های خامنه‌ای، واشنگتن فری بیکن اعلام کرد که رژیم ایران همکاری در بازرسی های تسلیحات هسته‌ای رو متوقف کرده. و گزارشی که این بار منتشر میشه لحن جدیدی هست که نشون میده که رژیم آخوندی با بازرسان انرژی هسته‌ای همکاری نکرده و در واقع یک مسیر دیگه در رویارویی با جامعه جهانی رو در پیش گرفته. شرایط فعلی و پیام افزایش تنش‌های بین‌المللی، بحران‌های مختلف داخلی و در واقع فشارهایی که روی رژیم هست رو قبل از هر کس خود حکومت آخوندی دریافت کرده که نشون میده که چطور سرنگونی و پایان خودش رو به چشم داره میبینه. و امیدوارم که ما هم در گزارش امروزمون تونسته باشیم گوشه ای از واقعیت شرایط فعلی رو به تصویر کشیده باشیم. ممنون از همراهی شما و توجهتون رو به ادامه بخش قیام ایران جلب میکنم.